به شبنشینی حالو خوش آمدی که نقل مجلس آن قصه شیرین است زیبا نوشته محمد حجازی بخش نهم از تصور آنکه هیچ حربه ای برای دفاع و انتقام از قامز جز تحمل رنج فراغ و گریختن ندارم درونم از حسرت می بوداخ. یک بار صدای رئیس کابینه بلند شد که آقایان از این مباحثات نتیجه حاصل نمی شود تا آقای قامز حضور نداشته باشد صحبت ما بیفایده است او الان در خدمت حضرت وزارت مشغول است مشکل می دارم. امروز به کمیسیون بیاید و عوض این گفتگوی بی سمر اصلاحاتی را که در کابینه کردم برزتان برسانم خیلی اهمیت دارد زیرا در حقیقت سررشته کارها در کابینه است اگر اینجا منظم بود سایر ادارات را می شود منظم کرد حالا اگر مطلب خارج از موضوع است و آقا میرزا حسین خان لغز نخواهد گفت بگوید ضرری ندارد سایرین که قطع صحبت تشکیلات را از خدا می خواستن رقم من به گفتن تشویقش کردند. آقای رئیس پس از یک مقدمه دراز در بیترتیبی و هرج و مرج زمان رؤسای سلف شرحی گفت که برای ایجاد نظم و تسهیل و سرعت انجام امور در اداره معظم کابینه زحمت ها کشیده و صرف وقت و فکر بسیار کرده تا آنکه به کشف دفاتر جدید و اصلاحات بدیعی موفق شده است در ضمن شنیدن توصیف آن دفاتر و اصلاحات یادم آمد که پرویز می گفت برای یاد گرفتن ترتیب ثبت و ضبط از سایر وزارتخانه ها اطلاعاتی به دست آورده و به رئیس کابینه داده است. یقین کردم این همان پیشنهاد پرویز است که آقای رئیس کابینه شکسته بسته به خرج ما می دهد. از این ظلم و ستمکاری چنان به هم آمدم که اختیارم از دستم رفت. تبسمی کردم و گفتم واقعا داشتن عضو خوب و باهوش بهتر از معلومات و قریه سرشار است. اگر پرویز خان نبود و به هزار مشقت این اطلاعات را تسهیل نمی کرد با سالها اداره کابینه مختل می ماند و چنان که فرمودید امور وزارتخانه دوچار کندی و اقتشاش بود بیچاره مثل این که پودکی به سرش خورده باشد منگ شد و زبانش به لکنت افتاد درست نظرم نیست چه ها گفت زیرا دیگر کسی را نمی دیدم و چیزی نمی فهمیدم. گرفتار این خیال بودم که من هم با پرویز همین رفتار را کردم و نتیجه فکر و زحمتش را دزدیدم و به خود بستم من از سایر دوست بهتر نیستم. فکر میکردم چرا گناه دیگران را مثل خاری که به چشم فرو برود به این شدت احساس میکنیم در صورتی که سهمناکترین جنایت خود را اگر هم در اثر برقی از نور انصاف که در دلمان بتابت قضاوت کنیم بیش از خطای تفلی که آبی ریخته باشد اهمیت نمیدهیم. از خجالت آب شدم و سر لعنت به خودم و به رئیس کابینه کردم. من آدم بدی نیستم وگرنه از ملامتهای وجدان اینطور متأثر نمی شدم. اگر جسارت نشود شما در گذشته خودتان قور بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که چه بسا اتفاق افتاد که دیگران را در قیاب و گاهی هم در حضور محل سرزنش تقصیری قرار داده و راه فرارش را از هر سو تنگ کرده اید و حالا خودتان در جریده اعمال از آن نوع جرم بسیار داشته و هیچ وقت هیچ گونه ملامتی به خود راه نداده اید. این براعت زمه که از خود می کنم به ترجیبند بند و برگردان تصنیف شباهت دارد الا آنکه برگردان تصریف مطبوع است و این ترجیبا کسل می کند اما چاره ندارم زیرا به خوبی می دانم هر دفعه که حقیقت حال و باطن خود را به چشم شما روشن می کنم وحشت زده خیال می کنید که از من بدتر و خبیستر موجودی نیست در این صورت حق دارید که پیشا پیش مرا محکوم کنید و حالا که فلواقع نفرت و قذب شما از کردار زشت من نیست بلکه از شنیدن اقراری است که به خطای خود می کنم زیرا تا کنون نه از خودتان و نه از دیگری اعتراف به گناه نشنیده ای سهل است با هزار منقاش یک سر تقصیر از نوک زبانی بیرون نیاورده اید. من بیچاره که مبتلا به مرض درد دل کردن شده ام، اعمال و سخنان و حتی خیالات خود را بی پرده در خدمت شما فاش می کنم و به خصوص هر چرا که عیب و آلودگی بیشتر دارد روشنتر می گویم. شما که به حقیقت بینی عادت ندارید و به ظاهر حکم می کنید ناچار به این نتیجه خواهید رسید که از من بدتر کسی نیست مرا باید کشت باید در آتش سوزانید و این محبس را از لوس وجود من شست ولی اگر به تجربه اداری و هم قطار شناسی من معتقد باشید بدانید که مثل من بسیارند و اغلب زحمت و اطلاع اجزاء زیر دست و گمنام است که رؤسا زیور وجود خود قرار میدهند و به چشم جامعه می و به خدا هزار یک من خجالت نمی کشند. با این مقدمه با استدلال، و استدلال تره در ضمن خواندن مدافعات بنده متذکر باشید که با وجود این اعترافات من از دیگران بدتر نیستم. دست از حمایت من نکشید. گرفتار توبیخ وجدان و رنج شرمساری بودم نمیفهمیدم رئیس کابینه چه میگوید و به چه وسیله پرده ای را که پاره کرده هم به هم میدوزد پیش خدمت خبر آورد که آقای قامز و دول احزارم فرمودن حکم من از خلاص زندان بود بیدرنگ برخواستم و به طرف اتاق قامز روان شدم ترس و خشم و حسادت و تأسف و تردید و هزار حال بد دیگر بر وجودم حمله ور شدند میلرزیدم و گلویم گرفته بود با چنین احوالی وارد اتاق شدم قامس به ساعت دیوارکوب نگاه کرد و گفت یک دو دقیقه بیشتر به زور نمونده بریم منزل نهار بخوریم ضمنا به پیش خدمت امر داد که این دوسیه ها رو بذار توی که بلکه بتونم در منزل کار بکنم اینجا که نمیگذارن تقریبا در ردیف هم میرفتیم از صدای توپ ظهر اجزا مثل حجوم زنبور از اتاقا بیرون ریختم. یک حس احترام و محبتی در نگاه و اظهار خلوصشان نسبت به خودم دیدم که سابقه نداشت. راست است که آنها هم پیش از این مرا هم دوش قامز ندیده بودند. افسوس که دیدم شاید این بار اول و آخر است که از حلاوت این نگاه های گرم و تبسم های شیرین میچشم چشم زیرا یقین داشتم بین من و قامز پاره خواهد شد. چنان شدم که زیاد در جدایی از معشوق می توان بود بلکه بدتر زیرا ذوق ریاست در من از شور عشق سخت تر است. در طی راه هیچ نگفتیم. درشکه میرفت و ما چون دو گربه خشمناک در کنار هم نشسته پنهانی میقردیدیم، ولی میترسیدیم به هم نگاه کنیم هر یک مترصد بودیم که دیگری جنگ را شروع کند نمیدانم او چه خیال میکرد اما من هرچه فکر کردم جز لاف ربودن و بردن زیبا هر پیدا نکردم و هر قدر این شمشیر را با سوهان خودعه و گذاف تیز میکردم تا به یک حمله بیشتر در آن که در منزل ایستاد آمه جلو رفت و به من تعارف نکرد از این بیادبی از شدم نزدیک شد یکی دو حکم و حدیث در توقیر و اکرام مهمان برایش بخوانم و دعوار را از همونجا شروع کنم یادم آمد که اینجا مزینان نیست تهران است و آداب و سلوک غیر از آنچه من میدانم در اینجا ناچار هر که صاحب مقام و پول باشد از مهمانش جلوتر می رود. حق سبقت با مقام و دارایی است. ساکت ماندم. داخل حیات وسیعی شدیم. دو سه نفر گماشته دویدن و دو سیه ها را از درشگاه آوردند. در قسمت شمال خانه عمارت دو طبقه مجللی بود. از فله ها بالا رفتیم و وارد سرسرا شدیم. و از آنجا به اتاق وسیعی داخل گشتیم. آنقدر جار و چلچراغ و اسباب و زینت دیدم که عقلم از دریچه چشم خیره شد هرگز این اندازه تجمل در یک جا فراهم ندیده و بساتی بدین آین گسترده تصور نکرده بودم کرسی بزرگی با لحاف و پشتی مخمل در میان بود و بخاری فرنگی با آتش نمایان در کنار میسوخت به کلی مرعوب شدم و به هزار زحمت خود را از تماشا باز می داشتم قامز گفت شما بنشینید من تا لباسم و در خستگی از تنم بیرون نمیره لخت شد و کلاه را از سر برداشت و عبا را به دوش گرفت روبروی من زیر کرسی نشست سرش مثل نقشه جغرافی پر از لک کچلی بود و چون از حیبت ریاست آری شده بود دیدم فوقلاده زشت و کریحال منظر است ترسش از دلم ریخت حس کردم در همون لحظه متوجه شدم که رئیس نباید حتی امکان خود را از نزدیک به مرعوس نشان بدهد اهمیت و عباحتش از دست می رود. پشت میز ریاست نشستن و رئیس معاب صحبت کردن بیشتر از یک دست بزک و بهتر از یک مجموعه دانش بر وجاهت سوری و معنوی می افزاید. صحت این نکته بعدها مکرر بر من ظاهر شد. نوکرها نهار را روی کرسی میچیدن قامز با همان لحن اداری پرسید امروز در کمیسیون چه کاری صورت دادید گفتم امروز به خلاف دیروز موضوع تشکیلات در میان بود اما نتیجه گرفته نشد پرسید نظر شما چه بود گفتم چنان که در کمیسیون اظهار کردم چون منظور از تشکیلات جدید سرعت و نظم در عمل و صرفه جویی در مخارج است باید یک عده از ادارات را برچید و یک عده را زمینه ادارات دیگر کرد مخصوصا همانطور که امروز صبح میفرمودید احسائیه باید از توابع محاسبات باشد و وجود بنده زائد است مثل آنکه جانوری در بدنش افتاده باشد متشنج شد و به چشم و سر اشاره کرد که دیگر نگو بگذار نوکرها بروند بعد از آن دا خدمه بودن صحبت از شدت باران و گل کوچه ها میکردیم مشغول خوردن شدیم در ضمن هر لغمه خیالات و کلمات تندتری را که به دهانمان میآمد میجویدیم و میبلعیدیم و هیچ کدام جرأت گشودن در مشاجره را نداشتیم تعجب میکنید چگونه ممکن است مردی که بر یکی از قلل شامخ اجتماع نشسته اینطور کمدل و زبون باشد که از مثل من بچه دهاتی بترسد و از گفتن مطلب خود بهراسد چه ارز کنم بنده این وقایع را برای شما میگویم و خوبی و بدی در نظر نمیگیرم و از تشریح احوال و مختصات روحی قامز و دوله چشم میپوشم چه لازم که چنین زحمت بیهودهای را بر خود هموار کنم و بشنوم که بگویند فلانی بیمزدگی و اغراغ را از حد گذرونده قرضورزی میکنه محال و حکم فرمای یک دستگاه معزمی بدین اندازه ضعیف و نفس و عاجزکش باشه به ترس و زور بگه حقیر و متکبر باشه در دست شهوت مثل بچه پیش شیرینی بیتاب و تسلیم بشه در کمال نادانی به دلیل مقامی که داره خود رو صاحب همه معلومات بدونه ابلهی رو که جز لذایز و منافع خود خوبی و خواستنی در دنیا نمی بینه هرگز به ریاست و پاسبانی دیگران نمی گمارن معقول اون که از حرفه ای آگاه نباشه بر صاحبان فن استادی کنه آیا ممکن عضوی چنین گمراه حادی قافله باشه؟ و از این قبیل ایرادها هزارها من حکایت را می گویم شما هم قضاوت کنید دیدم دست قامست در بردن لغمه به دهان میلرزید احساس کردم سخت و چار مجادلی درونی است. میخواهد چیزی بگوید اما نمیتواند. برای آزمایش برتری و قوت نفس خود گفتگو را به انداختم و محکم و بیتردید گفتم اتفاقا در زمینه کردن احسایی به محاسبات من دارم کمال موافقت رو دارم و هرچه زودتر اقدام بشه بهتره بدونن که به من نگاه کند با همان آهنگ معمول ریاست گفت ولی این کار شدنیه وزیر فوقلاد اصرار داره زیرا حامی رئیس محاسبات از اونهاست که حرفش رو نمیشه نشنید هرچه فکر میکنم کاری که برای شما شایسته باشه نمیبینم و از این پیش آمد خیلی متاسفم چون در راه ترقی بودید دو سال نمیگذشت که حقوقتون به دیویست تومن میرسید کمک میکردیم زودتر درست میشد سری بالا میرفتی طیف بود اما سایر نظرات شما راجع به تشکیلات از بی اطلاعیه مگه ممکنه ادارت رو موقوف کرد خیال می کنید میشه آقای فلان و دوله و فلان و سلطنه رو بیرون انداخت در ضمن خندی مصنوعی پرصدایی میگفت خیلی موزه که شما به این کوچکی خود رو پدر و قیم دولت میدونید و از منافع مملکت دفاع میکنید از شما بزرگترم هست این حرفا به شما نیومده گفتم من هیچ علاقی به وزارت ندارم و ادعای قیمومیت و پدری دولت رو نمی کنم هر طور میخواد تشکیلات رو بدید و اما راجع به بنده بدونید که به این مبالغ نالایق وقعی نمیگذارم و برای این مقامات لغزان ارزشی قائل نیستم و همدلله پدرم متمکنه و به هیچ وجه احتیاج به خدمت و کار ندارم اگر اصرار زیبا خانم نبود یک دقیقه در تهران نمیموندم لیکن دیگه حالا برای نیامدن به خراسان عذری نداره به طور بی گفت هرگز زیبا از تهران نخواهد رفت در اینجا کارایی داره از این بابت آسوده باشید چهره را برف روختم و گفتم شما از محبت و نسبت به من اطلاع ندارید ولی یقین داشته باشید که در کمال خوشی در کوچکترین دهی با من زندگی میکنه گفت اگه نیاد چه خواهی کرد گفتم چطور میتونه نیاد نامزد منه مثل اینه که زن من باشه اگه نیاد او و خودم رو میکشم پرسید با اون چه خیشی دارید همانطور که زیبا دستور داده بود گفتم خالی منو یک نفر اسفهانی که به زیارت مشهد اومده بود گرفت مادر من و خاله یک روز در مشهد عروس شدند و با هم شرط کردند که اولادشون رو اگر پسر و دختر شد به هم بدن این بود که بنا به وصیت و خواهش خالی مرحومم من و مادرم به تهران اومدیم که دختر خاله رو ببریم چون میل اون رو در موندن در تهران دیدم حاضر شدم در اینجا بمونم اینه که به وسیله شما که عموی اون هستید شغلی با این همه دردسر و تزلزل برام فراهم کرده و عروسی رو احتراما به اجازه شما گذاشته من از خدا میخوام به رفتن از تهران مجبور باشم این توفیق جبری رو از آسمان میطلبیدم زیرا در این صورت زیبا از اومدن به مشهد چاره نخواهد داشت گفت حق بازی رو بذیرین کنار و ساده حرف بزنیم اگه تو تونستی ملیحه رو از تهرون بیرون ببری مفته چنگت مال تو باشه ببر و هر چه داری خرجش کن اما شش ماه دیگه پیش خودمونه به تعجب پرسیدم ملیحه کیه من همچی کسی رو نمیشناسم گفت ما بمیریم دست از حق بازی وردار آخه این ریش که توی آسیاب سفید نشده تو که میدونی منم که میدونم غضبناک گفتم من در خانه شما مهمونم به چه قاعده به چه حق توهین میکنید و به من حق باز میگید مگر اکرام و زیف رو نشنیدید گفت بگو به پیغمبر ملیه اصفهانی رو نمیشناسم گفتم به همه پیغمبرا تا کنون همچی اسمی نشنیده بودم فکری کرد و گفت ای بیچار جوون صاف و ساده گرفتار چه گرگی شدی پس بذار حقیقت رو برات بگم در واقع این وظیفه وجدانی منه دست کور رو باید گرفت که خودش رو تو چاه نندازه آخر روز حساب و بازپرسی هم هست از وجوم احساسات مختلف قلبم می تپی. چنان آشفته و بیتاب شده بودم که قامز با آن همه کن ذهنی دریافت گفت از حال پریشونت فهمیدم که راست میگی و از جایی خبری نداری حالا که اینطوره من چاه پیش پاد رو نشونت میدم به شرط اون که هر چی میگم بشنوی این زیبا دختر خالی شما از فاهش معروف این شهر اسمش ملیه اسفانیه یقین کردم دروغ نمیگوید پرده تاریک تردید از چشمم برداشته شد دهان را باز کردم که بگویم ملیه اسفهانی و زیبا هیچ کدام دختر خالی من نیستند تره من وسیله مسافرت مرا آماده کن که از اینجا و همین شب به مزینان بروم از اقامت تهران هر چه باید توشه گرفتم به دست اشاره کرد که خاموش باش و بگذار باقی را برایت بگویم گفت این ملیه مای دویستی ست تومن خرج داره شبی سی تومن کمتر نمیگیره همه شهر چشمشون دنبال اونه مردم براش میمیرن در هیچ مجلسی نیست که صحبتش نباشه هر چند وقت خاطرخواه جوونیه ولی زود سیر میشه و راش میندازه جوون بیچاره رو چنان مفتزه و زلیل میکنه که دیگه در هیچ سوراخی راش نمیدن باید از شهر فرار کنه حالا نوبت توه وای و روزگارت یقین بدون انقریب که دلش رو زدی قذل خدافزی رو برات میخونه و بیرونت میاندازه ملیه پایبند پسرخالگی خالگی نمیشه پول لازم داره که مثل ریک خرج کنه و تازه به تازه جوونی که با اون خوش باشه حیف جوونی به این خوبی و سادگی بازیچه همچه زن شهفتران و بیعفتی باشه ملیه رو به پیرمردهای متمبل و جوانهای ابله بذار و فکر آجیه خودت باش اگه حرف منو بشنوی شاهد اقبال رو در آغوش خواهی گرفت بیچار قامز اگر اصل دیو منشی و کج روی طبیعت بشر را مثل هزار درس دیگر که هر روز از روزگار میگیریم و به قفلت می فراموش نکرده بود به یک جوانی که به زنجیر شهوت در بند است نمی گفت همه شهر به دنبال معشوق تو میدوند پیرمردان صرف مال و جوانان بزد جان می کنن. آرزوی وسالش در همه دلها و آستانش فرودگاه همه سرهاست اما تو دست از دامن بخت بردار و در تصور و هوا بیاویز اشتباه از قامز شد زیرا اگرچه زیبا در نظرم از آسمان به منجلا افتاد لیکن از دانستن اینکه منظور هر دیده و محبوب هر خاطری است میلم به ربودنش از چنگ رقبا جانسوز شد. اگر بخوان بازیچه را از سفلی بگیرند، باید به خلاف واقع بگویم و که چه زشت است. بچه ها همه از این بدشان میآید گفتم خدا به شما خیر بده که تکلیف سختی رو بر عهدم وارد آوردید. با این حال اگر به صرف جان باشه باید زیبا رو از این محلکه نجات بدم و هر طور هست از این شهر فساد بیرونش ببرم. خنده ای به استهزا کرد و گفت <applause> الله مبارکه ملی حسفانی رو توبه بده و به زنی بگیر خیلی معروف خواهی شد منو ببین که چه فکر را برات داشتم تصور میکردم یه همچه جوانی ماشاءالله خوش اندام و خوش رو و صاحب معلومات دختری باید بگیره که در خوشگلی نظیر نداشته باشه دختری که انگشتش رو نامحرم ندیده با اقلن ده هزار تومن جهیزیه نه یک فاحشه رو که جای مادرش حساب میشه اتفاقا یه همچین دختری هم برات در نظر گرفته بودم این مرتبه تیر قامز به نشان خورد و در دلم نشست به سرعت برق خود را در آینه پندار مالک دختری جمیل و نجیب به زیور ده هزار تومان جهیزیه آراسته دیدم از فرط شوق مضطرب شدم ولی خود را نباختم گفتم از مرحمت جنابالی و نیت خیرتون متشکرم البته با وجود قبایهی که از زیبا ذکر فرمودید هرگز به تزویج با اون تن نخواهم داد ولی وظیفه خیشاوندی مجبورم میکنه که این بیچاره رو از ورطه مخابت بیرون بکشم گفت اما اگر خانواده این دختری که در نظر گرفتم بدونن که همچه خیش و وابسته داری محاله به تو دختر بدم اگر در وزارتخانه بو ببرم که ملیه اسفهانی دختر خاله ای توه دیگه آبرو برات باقی نمیمونه گفتم به هر حال این خوف محل نداره زیرا که من در وزارتخانه و در تهران ماندنی نیستم باید این دختر بدبخت رو از چنگال فضیحت بیرون بیارم و به مشهد ببرم لبخندی زد یک چشم تنگ کرد و گفت تو که میدونی منم که میدونم یا این جنگ زرگری رو کنار بذاریم و ساده و پوسکنده حرف بزنیم تو دست از ملیه بردار من همون دختری رو که با اون سفات شرط دادم برات میگیرم صورت زیبا و چهره آن دختر ندیده با سرعت خیال در پیچ چشمم جلوگری میکردند و در اشوه و ناز بر هم سبقت میجستند و در وعده لذات و نوید جاه و مقام بر یکدیگر پیشی میگرفتند نزدیک بود از رنج تردید به سطوح بیایم و زنهار بخواهم و از قامز استمداد کنم که عقلم به مدد رسید و گفت آسان است آشفته نشو هر دو را نگهدار و هیچ کدام را از دست نده هر کجا به سختی برخوردی از من کمک بخواه از تابش عقل درونم روشن شد اما برای آنکه آتش تمنا را در جان قامز تیز کرده باشم اندکی به فکر فرو رفتم و با تبسمی محسوم گفتم حالا که باید راست گفت من زیبا رو از جون خودم بیشتر دوست دارم و اون دنیا رو با یک موی من عوض میکنه. دست از جان کشیدم، از معشوق فروشی اون دختری که میگید چنین و چنانه برای خودتون بگیرید و احساییه رو نیز جز و محاسبات کنید و به دیگران بسپارید. به همدلله ریاست و اقتدار دارید و هرچه بخواید میتونید. من بیچاره رو هم بگذارید با ملیحه معروفه برم مشهد و به قول شما چند روزی با هم خوش باشیم. آهی کشید و گفت ای کاش من مثل تو جوان بودم و به عوض این بزرگی ریاستی که دارم پله های وزارت خونه رو جارو می کردم و شبها در فشار آغوش دختر جوونی می خوابیدم. چه کنم که دیگه هیچ دختری منو خوش نمی کنه. در ظرف سه چهار سال اخیر متجاوز از ده سیغه گرفتم و همه رو بیرون کردم. مثل خمیر وارفته یکی از دیگری شلتر و سردتر بودن. اجالتا یک ساله که ملیه عقلم و دزدیده و ادارم کرده. راست یا دروغ دستی به گردنم میندازه و به رقبت و گرمی سر و صورت میبوسه. دلم به هم خورد بی اختیار دست را قایم به صورتم مالیدم و جای بوسه های زیبا را پاک کردم. باز میگفت محضر زای خدا منو از این عیش دروغی محروم نکن بزار چند روز آخر عمر رو در این اشتباه خوش به سر ببرم. خواستم بگویم از رفتن من تو را چه حاصل؟ جوان دیگری به جای من خواهد نشست؟ دیدم بیدار کردن عقل خموده ی حریف شرط هوشیاری نیست. لیکن گویا از اندک حالت استفزاری که در چشمان من هویدا بود سوال پنهانی مرا دریافت. گفت البته در دلت میگین دیوونه از نبودن من با ملیه چه نتیجه خواهد بود زن هر جایی رو فقط از چنگ یک نفر بیرون آوردن چه ثمر داره اما تو جوونی و بی تجربه نمیدونی که زن هر جایی اگر خاطرش پیش کسی بند نباشه بهشته و هیچ عیب نداره صد بار بهتر و با مزه تر از خاطرخواه واقعی عشق بازی میکنه لیکن وای اگر مثل حالا عاشق باشه جز نفرت و بی برای امثال من اشوهی نداره خیال اون پریشونه و عیش من منقص به خصوص از وقتی که سر و کارش با تو شده خون در دل من میکنه در صورتی که یقین دارم آقبت برای تو هم جز افتضاح و پشیمونی یادگاری نخواهد گذاشت حالت تأثیر و شفقت در چهره ظاهر کردم و گفتم اگر من از عشق خود برای خاطر شما دست بکشم یعنی دل رو به شنگ خود پاره کنم ما به هل ازاد چه خواهم داشت وجری کرد و گفت رحمت به شیرت باشه معلوم شد عقل داری و نفع و ضرر رو تشخیص میدی حالا بیاییم بر سر معامله اگر تو ملیحه رو ترک کنی اولا اون دختری رو که گفتم برات میگیرم ثانیا در تشکیلات جدید تو رو رئیس محاسبات میکنم گفتم با شرط اینکه احسایه جز محاسبات باشه گفت بسیار خوب این چه اهمیتی نداره گفتم شرط دیگه این که پرویز خان به ریاست شعبه احسایی منصوب بشه گفت تو که از پرویز خان بیزار بودی چی شده که حالا اینطور از اون حمایت داری باید حقی در کار باشه از این دو حال بیرون نیست یا پولی وعده کرده یا دلت برای خواهر خوشکلش رفته خواستم براعت زمه کنم خندید و گفت بی خود دست و نکن من ریشم رو تو آسیاب سفید نکردم به هر انتخاب اعضای اداره با خودته هر کی رو دوست داری بیار از هر کی خوشت نمیاد بیرونش کن به سوراخ دیگری میندازیمش یا منتظر خدمتش میکنیم اینها حق ثابت رئیسه اگر ریاست با قدرت تو نبود این همه جانبازی و سوز و گداز مردم برای جا و مقام برای چه بود؟ اجزای یک اداره در حقیقت حکم اساسیه رو دارن جای هر اسباب و تشخیص اینکه زائد یا لازمه بسته به نظر و اداره رئیسه بی انصاف مهلت نمیداد که من پیاله های سرور را تا ته بنوشم یکی را نچشیده دیگری به دستم میداد تصویر دختر جوان و صاحب مکنت را خوب تماشا نکرده خواهر خوشگل پرویز را نشانم میداد دیده را از نگاه سیراب ننموده قرص‌های تابناک پول را به رخم می‌کشید و از برق خنجر آبدار ریاست چشمم را خیره می برای اینکه وجد و نشاط را پنهان کرده باشم من صحبت را قطع کردم و پرسیدم آیا ادارت زائد و حذف خواهید کرد یا خیر زیرا چنان که عرض کردم صرفی دولت و صلاح وزارت در درینه گفت مقصود تو رو میفهمم میخوای حرفت رو به کرسی بنشونی و پیش حرفا و خودنمایی و اظهار قدرتی کرده باشی و تو هم مثل همه یک ذره دلت برای دولت نسوخته و یک خردل تشویش صلاح وزارت خونه رو نداری اما بیخبری که قصد عمده از این تشکیلات جا دادن چند نفریه که پشت در منتظرن یکی از اونها فلان و است که کارش تفصیل داره تابستون گذشته در پارک شاهزاده در شمیران بودیم این شخص هم حاضر بود اونقدر شوخی و خوشمزگی کرد که دلهامون از خنده درد گرفت شاهزاده بیتاقت شد و برای اینکه از خندیدن خود رو خلاص کنه به فلان و گفت بیا تخته بزنیم فلان و گفت اگر حضرت اقدس بردید هرچه امر بفرمید میدم و اگر من بردم به محض اینکه حضرت اقدس به مقام وزارت رسیدم هر شغلی رو که من بخوام مرمت کنم شاهزاده آهی کشید گفت ای بابا دیگه کسی ما رو به بازی نمیگیره والا اون سلطنه عرض کرد قربان من درویش صاحب نفسی رو میشناسم که ذکرها و ختمهای موثر داره چند بار تجربه کردم هر چه بخواد میشه بر عهده چاکر که حضرت اقدس والا رو تا سال به آخر نرسیده به کرسی وزارت بنشونم به شرط اون که وقتی وزیر شدید این پنج دست تخت رو که الان خواهید باخت فراموش نکنید شاهزاده گفت و کاری بکن من وزیر بشم من ده شغل به تو و دوستانت میدم فلان و سلطن رو به هزار کرد و گفت من چشم ها رو به هم میذارم و وردی میخونم همین که چشم ها رو باز کردم همه یک صدا فریاد کنید یا هو یا مدد سه دفعه این عمل تکرار شد اشک حسرت در چشم شاهزاده جمع شده بود تخته رو به لذت باخت و اتفاقا دو ماه بعد وزیر شد فلان سلطنه آمد که الوعده وفا شاهزاده مدت ها سرش دوند و به وعده امروز و فردا گذروند تا اون که از حضورش خسته شد و حکم کرد به خلوت راهش ندن اون هم کاغذی شبیه به تلس شاهزاده نوشت و قسم یاد کرد که تا دو ماه دیگه از صندلی وزارت پایینش بیاره شاهزاده چنان ترسید که فورا صد تومن از جیبش به اون بخشید و امر کرد به هر شغلی که بخواد منصوبش کنند کاغذ موثر و به موقع بود زیرا من فلان و سلطنه رو خوب میشناسم و میدونم که در جادو و جنبل ید طولایی داره شب و روز رو با دراویش میگذرونه من هرچه به وزیر میگفتم فایده نمیکرد تا اون که پس از وصول کاغذ خواب دیده بود که فلان و سلطنه تنابی به گردنش بسته میکشه چنان که نزدیک خدا کرده خفه بشه فردا سه تا گوسفند کشتیم و به فقرا دادیم اجالتا یک ماهه که من با فلان و سلطنه در زد و خوردم و هنوز بر سر انتخاب کار موافقت حاصل نکردیم اون پاشو توی یک کفش کرده ریاست ملزومات رو که نون آب داره میخواد و من این کارو برای برادر زنم در نظر گرفتم دیگری که باید رئیس اداره بشه فلان همایونه که چند نفر از وکلا پشتش ایستادم چهارمی که باید رئیس اداره بشه فلان خاقان نوه وزیر پنجمی پسر اموی وزیر دواب شاه شهید ششمی پدر زن ارسلان میرزا برادر زن حضرت اقدس و از این قبیل اما راجب مختصر کردن کارها و موقوف کردن ادارات هرچه خیال کرده ای و گفته ای بیهوده است لیکن بر اون که مقصودت انجام بشه یعنی اون که رو در کمیسیون اظهار میکنی عملی بشه و رأیت بر همه آرا به خبرت میکنم که مطابق این صورت که میبینی دو اداره تأسیس خواهد شد زیرا اگرچه حالیه روی هم از اعضاء قدیمی و داوطلب های جدید هجده نفر بیشتر در نظر نیست ولی احتیاط رو نباید از دست داد شاید باز اشخاصی رو تحمیل کنم تشکیلات اینه که گفتم بالاخره دیشب برید ما دوختیم و همین دو روز احکام صادر میشه کمیسیون بازی فقط برای حفظ ظاهر و تقلید از سایر وزارت خونه هاست اگر بناش وزیر رو به دست دیگران بسپاره و به دستور اونا رفتار کنه وزیر نیست فراشه کمیسیون برای دفع وقت و محمل گذاردن کاری که نباید به زودی انجام بگیره این نکات از طلای احمر پربهاتره اینها نتیجه یک عمر تجربه است که مفت دارم بهت میگم قدرش رو بدون گفتم اشخاصی رو که برای ادارات نامزد کردید نمیشناسم و از شایستگی و معلوماتشون اطلاعی ندارم ولی اگر همه یا بعضی از اونها مثل رئیس کابینه بی سواد و از شغل خود بیخبر خبر باشن وای به حال مملکت و وطن خنده درازی کرد و عجب احمقی هستی رئیس کابینه پدرزن آتیه توه زبون تو گاز بگیر به محض شنیدن این جمله در دفتر خاطراتم صفحه ای که از تصاویر زشت احوال و عملیات محرر دیوان آلوده و کدر گشته بود از دل نقش و نگارها آراسته شد دیدم که راستی احمقم زیرا کمال را در این تصور کرده بودم که شخص درست فکر کند با ادب باشد و مربوط حرف بزند نمیدانستم که بدون این قیود هم میشود پدر کمال بود یک حس محبت و عطوفتی از محرر دیوان در دلم ایجاد شد. گویی چهره دختری زیبا بر صورتش منطبق گشت که هرچه تلخ گفته بود شیرین شد و هرچه زشتی کرده بود از یادم رفت. پیش خود تصدیق کردم که رئیس کابینه در مقام خود و هر مقام بالاتری از دیگران لایقتر و کافیتر است. مهازا چون در کفایت سایرین تردید داشتم گفتم راجع به دیگران چه میفرمایید؟ آیا در نظر گرفتید که هر کس باید به کار خود آشنا باشه؟ براش و گفت چرا وقتی تو رو به ریاست احسایی منصوب کردم نگفتی از تو بپرسم آیا از امور احسایی اطلاع داری یا نه؟ البته سایرین هم مثل تو هر کدوم وسیله و واسطه ای دارن هیچ کس بدون علت و دلیل که به مقامی نمیرسه از شما جوانهای مشروط طلب لوستر و خودخواهتر در هیچ زمان نبوده تا در پای پله ای فریاد میزنید و به کسی که بالا رفته هزار عیب و ایراد میگیرید و افترا میزنید که این خائن و وطن فروش و بی سواد و نالایق و, و جز تقلب و خرابکاری هنری ندارد ولی در حقیقت زبون حالتون اینه که چرا ما به جای اون نیستیم یا اون که چرا اون به ساز ما نمیرخصه اما وقتی خودتون به مقام رسیدید و محکم شدید این حرفا رو فراموش میکنید حالا تو خیال میکنی که مقامت متزلزل شده میخوای دیگران رو هم خراب کنی اما نترس اگر حرف منو شنیدی هیچ کس به ترکیب تو دست نخواهد زد وقتمون دیر شد سه ساعت و نیم از میگذره بریم سر مطلب اصلی و ببینم آیا نصایح پدرانه من در گوش جوون تو اثر کردی یا خیر شرایط تو رو من به آسونی پذیرفتم و اما شرط من اینه که از این ساعت پا به خونه ملیه نظری اجالتا تا اون که عروسی رو راه بندازیم بیا همینجا منزل من بمون گفتم چون دروغ در وجود من نیست خیلی ساده عرض میکنم که تا این کارا انجام نشه زیبا رو ترک نخواهم کرد زیرا اگر بار یک چنین غمی بر دلم گذاشتم باید به خوشی های دیگه خودم رو مشغول کنم ولا هلاک خواهم شد قامز ششم ها رو به سقف دوخت و گفت خدایا بیش از این از قدرتت به من نشون نده من که هزار بار به توانایی تو اقرار کردم آره هر چه بخوای میتوانی این چوب سی سال پیشه که به من میزنی هیچ یادم نمیره کربلا یوسف بقال اشک خونین میریخت و پامو میبوسید که آقا دست از سر زن من بردار و از خونت بیرونش کن دلم رحم اومد گفتم امشب نگهش میدارم فردا صبح روونش میکنم و دیگه کاری به کارش ندارم بیچار کربلا یوسف دست به آسمان بلند کرد و نالید که خدایا قربان مسلحته چرا داد منو از همسایه پرزور نمیگیری؟ بله این چوب کربلا یوسفه که خدا به من میزنه به اون خدا نشناس های بی همه چیز بگو بیاند و خدا رو ببینن که هست یا نه؟ کدوم حرومزاده میتونه همچه خدایی رو که من به چشم میبینم انکار کنه؟ دیگه برای بودن یک خدای جبار و منتقم دلیلی بهتر از این که گفتم چی میشه؟ به حق همون خدا که مجازات در همین دنیاست. بزار پیش از رفتن به وزارتخونه نمازم رو بگذارم و شرط بندگی به جا بیارم. شنیدن قصه کربلا یوسف حکایت طلب و مزدومیت حاج محمد حسین را به خاطرم آورد. گفتم راستی میخواستم بدونم راجب حاج محمد حسین چه تصمیمی گرفتید؟ من به این شخص قول دادم که هرچه زودتر کارش را اصلاح کنم. اگه ممکن باشه مساعدتی بفرمایید. باعث امتنان خواهد شد. دو دستش را برای نیت نماز به گوش گذارده بود آهسته پایین آورد و فکری کرد و گفت جهنم. این شکار رو هم به تو واگذار میکنم لااقل هزار تومنی نون و آب داره این پول و خرج عروسید بکن دیگه حرفی داری اما ملتفت باش که این پدر سوخته حاج محمد حسین خیلی دندونگرد و سخت کمونه باید به تردستی بازی کنی شش ماهی که من دوسیهش رو نگه داشتم و هر روز عذری میارم او هم هر خوب میفهمه لیکن به روی مبارکش نمیاره هر دفعه که اینجا میاد همه رو از درستی و پاکدامنی من میگه منم تصدیق میکنم و پنج شش ماده و هفتش بند قانون براش میخونم بیچاره وحشت زده و پریشون فرار میکنه این پدر سوخته ها تابع ظلمند فلان فلان شده حاضر نیست برای وصول پنج هزار تومن طلب سوخته هزار تومن مایه بذاره چیز غریبیه به خدا قسم اگر یک موشک بدونم دوسیه طلبش میره اونجا که عرب نینداخت اما من مسلمونم برای همراهی با یک کاسب بیچاری مسلمون حاضر شدم پنج هزار تومن از کیسه ی دولت بیرون بیارم ولی اون حاضر نیست از خمس این پول بگذره کار رو به تو واگذار میکنم هر طور که میخوای رفتار کن نه ترس من هستم قامز مشغول نماز شد و من مثل مرغی که از قفس شسته باشد دیوانوار از این شاخه امید به آن شاخه می پریدم و در خیال ترانه های شادی می زدم. پس از نماز و تعقیبات نماز قامز گفت به صاحب این سجاده قسم که تا هفته دیگه, دیگه حکم ریاست محاسبات رو برات می گیرم بش و بسات عروسی رو فراهم می کنم. آیا با همه این احوال دل سنگت نرم نمیشه؟ آیا حاضری که از این ساعت دست از ملیه بکشی؟ به خدا این زنیه که تو رو میپوسونه این زنها باب دندون ما پیرمردها مردها هستن گفتم برم که در ایمان به وجود و توانایی خداوند و اعتقاد در این دنیا راسختر شده باشید من بازی با زیبا خواهم بود تا آنکه شما به عهود خود وفا کنید پس از اون ترکش میکنم و به دست شما میسپارمش آهی کشید و نالید که ای خدا چرا این دل منو مثل صورتم پیر نکردی تا عشق و شهوت از یادش بره و دست از سرم برداره و در این سن و با این جاه و مقام به معاشرت و تملق یه همچین بچه یه لوس و بیره می مجبورم نکنه. به که نشستیم و دوسیه ها را همانطور که آورده بودیم زیر پا گرفته بردیم طی را به خموشی گذشت جز آنکه اندکی پیش از رسیدن به در وزارتخانه قامس انگشت را روی دهان گذاشت و آهسته گفت مباد و ملیه از قرارداد داد ما بویی ببره ملتفت حرفات باش که خیلی بد ذاته